سلام دوستان، به بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله کنارش اولین نفر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. احمد سعید حق پرست راد جونقانی، مشهور به سعید راد، متولد 4 آبان 1323، بازیگر و نمایشنامه نویس ایرانی هست. او دیپلمه قبل از انقلاب و دانشجوی انصرافی دانشکده کشاورزی کرج هست. پدرش خلبان نیروی هوایی و از اعضای حزب توده بوده که پیش از انقلاب ترور شد. او در جوانی از حرفه‌ای ترین بولینگ بازان در ایران بوده. او همچنین پدر بزرگ آدم همتی، بازیکن فوتبال ایران است. دوستیش با امیر نادری، عکاس فیلم فاتحین صحرا، در سال 1350 باعث شد در این فیلم اولین تجربه بازیگری خودش رو بدون آموزش قبلی به دست بیاره. سعید راد پس از پایان تحصیلات دوران دبیرستان در سال 1347 فعالیت هنری خودش رو در سینما آغاز کرد و در سال 1350 با بازی در فیلم سینمایی فاتحین صحرا وارد سینما شد. بعد از انقلاب در سال 1360 در فیلم مرز حضور موفقی داشت و تا سال 1363 در 7 فیلم به ایفای نقش پرداخت. سعید راد در سال 1363 در فیلم عقابها ایفای نقش کرد. عقابها فیلم ایرانی در ژانر جنگی ساخته ساموئل خاچیکیان محصول سال 63 بود. این فیلم نخستین و جدی‌ترین فیلم در حوزه جنگ ایران و عراق است که در سال 1364 اکران شد و در حالی که جمعیت ایران نزدیک به 45 میلیون نفر بود، 18% به دیدن فیلم رفتند و فیلم به فروشی معادل 738 میلیون و 620 هزار تومان دست پیدا کرد. سعید راد تا قبل از انقلاب 57 در 10 فیلم بازی کرد. او به دلیل فیزیک بدنی مناسب و چشمان آبی با بازی‌های درخشان در خاطره‌ها ماندگار شد. به دلیل همان شهرت باور نکردنی با فیلم عقابها، با اعمال نظرات سلیقه‌ای مدیران وقت بدون هیچ دلیل و صرفاً جلوگیری از موفقیت‌هایش او را ممنوع کار کردند. سعید راد بعد از اینکه در اواسط دهه 60 ممنوع تصویر شد، ایران را ترک کرد و مدتی در هند، کانادا و ایالات متحده آمریکا به سر برد. او در سال 1378 به وطن بازگشت و پس از سالها دوری از سینما در فیلم سینمایی دوئل به کارگردانی احمد رضا درویش ایفای نقش کرد. سعید راد در دوران جوانی ازدواج کرد که اطلاعات زیادی از این ازدواج در دسترس نیست و حاصل این ازدواج یک فرزند پسر به نام سام و یک فرزند دختر به نام نگاه است. سعید راد پس از مدتی از همسرش جدا شد و همسرش و فرزندانش در حال حاضر در کانادا زندگی می کنند. همسر دوم سعید راد نوشافرین خواننده بود که در اون زمان بازیگری هم می کرد و خبر ازدواج اونها در زمان خودش سر و صدای فراوانی رو به پا کرد. نوشافرین پس از 17 سال زندگی با سعید راد ایران رو به قصد هندوستان ترک کرد و از سعید راد جدا شد. نوشافرین در مصاحبه‌های تلویزیونی خود علت جداییش از سعید راد رو سختگیری و حسادت زیاد او خواند. در سالیان اخیر و در مراسم فرش قرمز، سعید راد در کنار همسر سوم خود دیده شده. او در مصاحبه‌ای گفته: یک بازیگر حرفه‌ای و کاربلد به جای اینکه پیشنهاد بده و در کار کارگردان دخالت کنه، باید به عنوان یک رکن مهم تولید فیلم خودش رو در اختیار کارگردان قرار بده و به کار او اعتماد کنه. همیشه در این 4 دهه با کارگردان‌های مختلفی از جوان تا با سابقه کار کردم و همیشه بعد از مطالعه نقش خودم را در اختیار خاصه کارگردان قرار میدم. در خیلی از فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی مثل سالهای مشروطه به کارگردانی محمد رضا ورزی، در چشم باد به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی، عبور از میدان مین و عقابها به کارگردانی مرحوم ساموئل خاچیکیان در نقش‌های مختلف نظامی بازی کردم. موقعی که لباس نظامی میپوشم ارتباط خاصی با نقش برقرار میکنم و به همین دلیل بازی در نقش آدمهای نظامی و به خصوص آدمهای معروف نظامی برام فوق‌العاده جذاب هست. پوشیدن لباس ارتشی مربوط به نیروی هوایی، دریایی و زمینی و فرو رفتن در قالب این آدمهای مقتدر و قوی ویژگی‌های مثبت زیادی دارد و به بازیگر اعتماد به نفس میدهد. ورزش و پیاده روی رو حتی در مواقعی که سر کار یا مسافرت هستم از برنامه زندگیم حذف نمی کنم. ورزش باعث شادابی، تراوت و سرزندگی هم می شود. موقعی که بدن و جسمم آماده هست راحت‌تر میتونم فکر کنم و به خصوص نقش‌های پرتحرک و اکشن بازی کنم. این آمادگی جسمانی باعث شد سر صحنه فیلم تنگنا با وجود اینکه از پشت کامیون افتادم بدنم آسیب جدی نبیند. صبح‌های زود که خیلی ها در هتل خواب بودن، من در گرمای کرمان حداقل هر روز صبح نیم ساعت میدویدم. در کنار اهمیت به ورزش، رژیم خاص غذایی دارم و از پروتئین‌های لازم که در گوشت سفید و ماهی وجود دارد استفاده می‌کنم. بازیگران نزد مردم اعتبار و شأن خاصی دارند و باید طوری رفتار کنیم که این ارتباط بیشتر بشه و مردم از اعتبار و جایگاهی که برای هنرمندان قائل میشن پشیمون نشن. هنرمند باید در اجتماع حضور پیدا کنه و مواظب گفتار و رفتارش باشه. در این صورت هرگز از یاد و ذهن مردم پاک نخواهد شد. البته هنرمندان باید مواظب باشن این نوع کارهاشون جنبه خودنمایی پیدا نکنه. خودنمایی برای هنرمند کار خوبی نیست و خیلی راحت میشه آرام و بدون هیاهو به سازمانهای خیریه که میدونن چگونه پولها رو خرج کنن کمک کرد. سینمای حرکت، سینمای فیزیکی، سینمای موزه‌دار و سوژه‌های جذاب، سینمای سناریوهایی که تب و تاب و هیجان جذابیت داشته باشند و مخاطب با میل اونها رو دنبال کنه، این سینمای مورد علاقه من هست. سعید راد به شدت طرفدار تیم پرسپولیس هست و حتی قبل از انقلاب سر برد و باخت این تیم شرط بندی می‌کرد. نوه کانادایی‌اش آدم همتی هم جزو بازیکنان تیم جوانان پرسپولیس هست که در زمان برانکو به این تیم منتقل شد. من و مسعود کیمیایی قبل از انقلاب کتابخانه‌های پربار و کاملی داشتیم که در میان هنرمندان زبان زد بود. البته برای دکور از کتاب‌ها استفاده نمی‌کردم و بیشتر اونها رو می‌خوندم. دوران جوانی بولینگ باز حرفه‌ای بودم و هر روز بولینگ بازی می‌کردم. اما این سال‌ها کمتر فرصت دارم. برنامه ورزشی صبحام با پیاده‌روی در ورزشگاه انقلاب آغاز میشه. این روزها بیشتر ترجیح میدم ایروبیک و دوچرخه سواری کار کنم. سعی میکنم لباسهای مرتب و هماهنگی بپوشم، اما بعد از برگشتن به ایران از اسباب و اساسیه های 10 سال پیش استفاده میکنم. اگر از وسایل لباس درست استفاده بشه سالها میشه از اونها استفاده کرد. به نظر من خرید اجناسی که مارک معتبری دارن از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه هستن. او درباره حضورش در فیلم چه گفته؟ ابراهیم حاتمی‌کیا از بهترین کارگردانهای سینمای بعد از انقلاب است. یکی دیگر از دلایلم برای قبول پیشنهاد بازیگری در این فیلم شخصیت منحصر به فرد تیمسار فلاحی بود. ایشان با فرماندهی و هدایت درست نیروهای ارتش نقش مهمی در پیروزی‌های نظامی ارتش ایران در زمان جنگ تحمیلی داشتند. البته بازی درست و شایسته شخصیت تیمسار فلاحی کار واقعا سختی بود. سعید راد در افتتاحیه 32مین جشنواره فیلم فجر گفت: جا دارد از پیشکسوتان سینمای ایران تقدیر کنم. و در ادامه از مسعود کیمیایی، بهروز وسوقی و محمدعلی فردین نام برد. این سخنرانی باعث جنجال‌های زیادی شد تا جایی که او مجبور به عذرخواهی شد و گفت: من خیلی شرمنده شدم که مزاحم دستاندرکاران فستیوال فجر شدم و ای کاش اونجا منطق داشتم و احساساتی نمی‌شدم. او پس از فیلم پایان خدمت و عشق و جنون در سال 92 در فیلم دیگری بازی نکرده، اما در سال 98 در سریال دل ساخته منوچهر و هادی و سریال تلویزیونی گیلدخت محصول 1400 به ایفای نقش پرداخته. مرسی که تا پایان همراه ما بودید. حتما نظرتون رو در قسمت کامنت و در زیر همین ویدیو برای ما بنویسید و اگر هنوز عضو این کانال نیستید با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه تا دیداری بعد بدرود.